أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بعد از بیان ولایت الهی، ذات اقدس اله ولی است بلا غیر، چند برهان اقامه شده است که چرا او ولی است. ولایت الهی هم مثل رحمت الهی به دو قسم تقسیم می شود، همونطور که رحمت رحمانیه داریم که وسعت کل شی و رحمت رحیمیه است که فرمود فسأکتبها للذین یتقون. ولایت الهی هم به شرحی زند، یه ولایت است که او ولی کل شیء است، یه ولایت خاصه است که الله ولی الذین آمنوا. اون ولایت به معنای تدبیر و سرپرستی مطلق است، این ولایت خاصه به معنای یخرجهم من الظلمات الی النور خاص است. برهانی که در این چند آیه ذکر می شود مال اون ولایت مطلق است. چرا او ولی مطلق است؟ برای اینکه حیات بخشی دست اوست و یحیی الموتا، و هر موجودی که حیات بخش است ولی است. چرا او ولی است؟ برای اینکه او علی کل شیء قدیر است، هر کس قادر مطلق است ولی است، پس او ولی است. چرا او ولی است؟ برای اینکه او حاکم مطلق است، هر که حاکم مطلق باشد ولی است، پس او ولی است. چرا او ولی است؟ برای اینکه او حکم مطلق است، هر که حکم مطلق باشد ولی است. یعنی هم تدبیر حکومتی به عهده اوست، هم تدبیر حکمیت. در جریان حکمیت فرمود اگر اختلاف دارید، مختلفتم فی شیء فحکمه الی الله. بعد از اینکه مراجعه کردید، اختلافتون حل شد، دیگر حق اختلاف ندارید. دستور مبارکه احزاب آیه 36 فرمود و ما کان المؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. پس اختلاف مال قبل از رجوع است. بعد از مراجعه به محکمه الهی و صدور حکم دیگه جا برای اختلاف نیست. پس اگر چون چه گفته شد فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، این مال قبل از داوری و قضاست. وقتی مراجعه شد و حکم صادر شد، آیه 36 مرجع خواهد بود. ما کان المؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. فرمود چون این چنین است، او رب من است و بر او توکل می کنم و او مرجع انابه من است، و چون پیغمبر اسوه همه مردم است
بر امت لازم است که بگوین علیه توکلنا و علیه ننیبو. خب چون فاطر سماوات و ارض است، رب است، ربوبیت به خالقیت برمیگردد. او هم خالق است لا شریک له، هم رب است لا شریک له. زیرا اگر کسی غیر خدا ولی بود یا رب بود، باید غیر خدا خالق باشد. چرا؟ چون ولایت به تدبیر، ربوبیت به تربیب، که این مضاعف است نه ناقص، ربوبیت تربیب و تدبیر، این الا و لابد به خلقت برمیگردد. یا خودش به نحوی از خلقت است یا لازمه خلقت. اگر کسی بخواهد یک درخت را بپروراند، یک حجری را بپروراند او را معدن کند، یا یک نطفه را بپروراند او را انسان کند، این پرورش یک کانه ناقصه است. چیزی به این شیء عطا می کند. برگشت کانه ناقصه به کانه تامه است، برای اینکه یک وصفی را اون رب ایجاد می کند، به این موصوف عطا می کند. تدبیر و ترویب ایجاد یک کمال برای شیء مستکمل است. کانه ناقصه یعنی صفت ایجاد کردن، ربط ایجاد کردن، پس یه نحوه آفرینش است. پس هر که رب است الا و لابد باید خالق باشد. و برهان دیگر تلازم بین ربوبیت و خلقت است. اگر یک موجودی خواست درخت را بپروراند، باید از حقیقت درخت باخبر باشد. خواست انسان و حیوان را تدبیر، تربیب و تربیت کند، هر کدام از این سه عنوان حد وسط باشد، باید از خلقت و هویت اینها باخبر باشد. تنها مبدأی که از هویت اینها با خبر است، خالق اینها است. پس رب هر موجودی باید خالق او باشد، زیرا نمیتواند علم را از جای دیگر بگیرد بعد این شیء را اداره کند. پس ربوبیت الا و لابد به خالقیت برمیگردد. یا رو برهان اول است که خود ربوبیت یه نحو ایجاد است، کانه ناقصی ایجاد میکند، یا مستلزم آن است که با خبر باشد و آشنا بودن از هویت شی بدون خالقیت او ممکن نیست. لذا او هم فاطر است، هم ولی است و هم رب. فاطر السماوات والارض، برای اینکه جامعه مثل انسان، مثل حیوان و موجودات مادی دیگر است که مرگ او را رصد می‌کند، نظیر فرشته ها نیست که مسئول از مرگ باشد، باید با نکاح نسلش رو حفظ بکند. لذا مسئله نکاح را در نظام هستی تدوین کرده است. جعل لکم من انفسکم ازواجا و من الانعام ازواجا، یعنی زن و مرد از یه حقیقت هستند، چه اینکه نر و ماده حیوانات هم از یه حقیقت هستند. و در همین منبع کثرت هست. فرمود یزرعکم فیه، نه یزرعکم بهی، نه به وسیله نکاح نسل شما را حفظ می کند، بلکه در نکاح نسل شما محفوظ است. وقتی ما می خواهیم بگیم به وسیله قلم این کتابت حاصل شده است، یعنی بیش از ابزار نخواهد بود. اما اگر کلمه فی به کار رفت، نشون می دهد که این منبع جوشش این کار است. منبع جوشش کثرت و حفظ نسل نکاح است. وقتی جامعه زنده است که نکاح باشد، و نکاح هم مستحضری غیر از ازدواج مذکر و مؤنث است که همود ان نکاح سنتی، و اگر کسی نکاح کرد و تزویج کرد فقط احرز نصف دینه. این ازدواج یعنی اجتماع نر و ماده تو گیاهان هم هست، با تلقی حاصل بشود، تو حیوانات هم هست. اما اون که انسان دارد غیر از اجتماع نر و ماده و مذکر و مؤنث است.
فرمود ان نکاحو سنتی، و بعد فرمود اگر کسی ازدواج نکاحی بکند فقط احرز نصف دینه، این یک سبقه ملکوتی است برای خود. فرمود ما انبیا نکاح آوردیم وگرنه ازدواج قبلا بود. یزرعکم فیه، یعنی زرع خلق و کسر، این کسرت در این منبع هست، مثل که فرمود ولکم فل قصاص حیاتون. درست است که بلقصاص حیات جامعه تأمین می شود، ولی منبع حفظ حیات جامعه قصاص است. ولکم فل قصاص حیاتون، اینجا هم فرمود یزرعکم فیه. کلمه لیس کمثله شیء که یک بار در قرآن کریم ذکر شد، اون هم در همین آیه 11 سوره مبارکه شورا است، از محکمترین محکمات آیات قرآن کریم است. هر جا هر وصفی برای ذات اقدس اله ثابت بشود، این اصل حاکم لیس کمثله شیء کنار او هست. یعنی هر معرفتی که در باره خدای سبحان پیدا بشود یه اعترافی هست، که مبادا کسی خیال کند خدا را اونطوری که بوده است یا هست او شناخته. خدا مثل ندارد ولی مثل دارد، که در سوره مبارکه روم فرمود وله المثل الاعلا، آیه 27 سوره مبارکه روم این بود، و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احون علی وله المثل الاعلا. آیت و ترسیم مثل برای ذات اقدس اله ممکن است، اما مثل مستحیل است. در جریان فاطر بودن، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو کتاب شریف تبیانشون این مطلب را دارد که روزی دو تا عرب درباره یک حفر چاهی اختلاف کردن، یکی می گفت مال من است، دیگری گفت مال من است. احدهما گفت که انا فترتوها، بعد فهمیدم که معنای فترتو یعنی ابتدعتو، یعنی نوآوری مال من بود، یعنی اول کسی که این چاه را احداث کرد من بودم. فاطر یعنی نوآور، فاطر یعنی کسی که بدون سابقه چیزی را خلق بکند. یه ماده باشد، انسان اون ماده را صورت ببخشد، میتوان گفت او خالق است، ولی فاطر نیست. فاطر نوآور است، یعنی چیزی که هیچ سابقه نداشت او را به بار آورد. سماوات و ارض این چنین بودن، نه مادهشون بود نه صورتشون بود. فاطر و سماوات و ارض. در جریان لیس کمثله شیء دو تا بیان بود که قبلا گذشت. یه راه سومی است که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان فرماد که من با علی ابن حسین موسوی، یعنی مرحوم سید مرتضی و استاد بزرگوارشون، با ایشون در این زمینه مجارات کردم، مباحثه کردم، بعد پیشنهاد دادم، ایشون پذیرفتن و استحسنه. این شاگرد مبرز مرحوم سید مرتضی بود. تقریبا سید مرتضی در مدیریت حوزه نجف یک بورسیه، طلبه فاضلی که میتونه استاد خوب بشه یا رهبر خوب بشه یا مرجع خوب بشه یا مؤلف و مصنف خوب بشه یا شیخ مرتضی و آخوند خراسانی خوب بشه، این اگر خدای ناکرده بره امام جمعه بشه، امام جماعت بشه، نماینده ولی فقه بشه، خودشو رایگان فروخت. این مال حوزه است. اون طلبه ها که استعداد متوسط دارن، نیمه کارن، اونا باید برن. اما اگر یک کسی شاخص بود به خدای نعمت بودا، او مسئول است یوم القیامه. هر استعدادی را خدا به هر کسی نخواهد داد. اگر یه استعداد راقی داد، این باید شیخ انصاری آینده بشه، این باید اخوند خراسانی بشه، این باید وروجدی آینده بشه. اساس دین تو حوزه است. البته مدیران و مسئولان هم باید این مدیریت داشته باشن، همونطور که سید مرتضی نجف را اداره کرده است. سید مرتضی به بعض طلباشون بورسیه میداد. بورسیه به همین معناست که خوب درس بخونه، استاد بشه، مصنف بشه، مؤلف بشه، مجتهد بشه، به همین حوزه خدمت کنه، بیرون نره. این معنی بورسیه است.
حالا دیگران بورسیه میدن که بیان تو بسفر اون اداره خدمت کنن. این مدیر لائق به این طلبه خاص بورسیه داد که بماند در نجف و نجف خدمت کند. این مند و مند دو تا کتاب از کتاب اربعه را نوشت. تهذیب استفسار مال اوست دیگر. و چندین کتاب های فقهی و اصولی کلامی نوشت. روشن نیست که چند تا کتاب نوشت. ولی بالاخره دین شبه حوزه نجف ادا کرد. سید مرتضی که مدیر حوزه علمی بود، طوری که مرحوم علامه بحرالعلوم در فواید رجال نقل میکند، دید یه طلبه باهوشی است. بفهم یعنی بفهم. چهار تا اشکال قوی کرده، چهار تا سؤال قوی کرده. سؤال قوی معلوم میشه شخص آینده خوب داره. اشکال قوی معلوم میشه آینده خوب به انتظار اوست. سید مرتضی که درس میگفت میدید که این طلبه با دیگران فرق دارد. اشکالات خوب میکنه، سوالات خوب میکنه، خوب هضم میکنه، خوب میفهمه. به اون ماهی 12 دینار شهریه داد. این رو مرحوم بحرالعلوم تو الفواید الرجالی نقل میکنند. اون روز 12 دینار کافی بود که یک طلبه رو کاملا اداره کنه. در کنارش طلبه متوسطی بود، اونم خوش استعداد بود، اما به اندازه شیخ طوسی نبود. بورسیه او و سهمیه بورسیه او ماهی 8 دینار بود. اونی که 12 دینار بورسیه شده شیخ طوسی بود. دو تا کتاب از کتب اربعه رو نوشت و دینش رو به حوزه نجف ادا کرد و کتابخانه او رو سوزندن، این دم بر نیاورد و مقاومت کرد و رو مکتب تشیع موند و شده شیخ طوسی. اونی که ماهی 8 دینار بورسیه میگرفت قاضی عبدالبراج بود، اونم به نام خودش خدمت کرده. اگر این تدبیر سید مرتضی نبود، خب این بعد از مدتی وقتی عائله پیدا کرد ناچار بود منبر بره و امام جماعت بشه و امام جامعه بشه، دیگه شیخ طوسی نمیشد. این مدیریت از هم طلبه های با استعداد باید بدانند بینه و بین الله مسئولند. این هوش را خدا به هر کس نداد. این نعمت است بالاخره. این استعداد را، این حافظه را، این ظرف را، این قدرت فکر را، این سلامت را به همه نداد. اگر این نعمت بزرگ منشی را خدا به یک طلبه داد، او صرف امامت جمعه و امام جمعه و نهاد نمایندگی کرد، این یوم القیامه مسئول است. این بورسیه الهی است. حوزه مرجع میخواد، حوزه رهبر میخواد. ما تا کی کنار سفره اخوند خراسانی بشینیم بعد از 100 خردی سال؟ ما هم این کتاب باید بنویسیم، این فقه را، این اصول را بروز کردن را. مگر علوم محدوده؟ مرحوم سید مرتضی با شیخ طوسی، با اینکه استاد شاگرد بودن، شیخ طوسی در تبیان ذیل همین آیه میگوید به جارانی با او مباحثه میکردیم، درگیر میشدیم. من این پیشنهاد دادم، فاستحسنه، او قبول کرد که این لیس کمثله شی معنای سومی هم دارد و اونی است که اگر خدا یه دونه مثل می داشت چندین مثل باید می داشت، برای اینکه حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اگر یه دونه شریک می داشت با چندین شریک، چون فرقی نمی کند که. حالا که جایزه است، گاهی تثنیه رو پذیرفتن، نظیر قالت الیهود عزیر ابن الله، یا تثلیث، تثلیث یعنی تثلیث بعد از تثنیه یهودی ها. اون که عزیر ابن الله گفت گرفتار تثنیه بود، این که مسیح ابن الله گفت گرفتار تثلیث بود. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، تا برسد به جایی که انداد فراوانی برای خدا ذکر کردن. فرمود مرحوم شیخ طوسی که من وقتی این مطلب رو با استادم در میون گذاشتم که اگر خدا یه مثل داشته باشه باید چندی مثل داشته باشه، امثال فراوان داشته باشه، او استحسنه. شاگردی که یک بار یا دو بار وقتی استاد گفت بفهمه، او رو جذب میکنه. اما وقتی 10 بار بگه باز هم پشت صحنه باشه، این معلوم میشه تو راه نیست دیگه. خب این احتمال اوله که زایده نباشه، احتمال دوم و سوم دیگه. احتمال دوم اینه که این کاف زایده نیست، یعنی کاف معنی مثل است. لیس مثل مثل الله شیئا،
وقتی مثل او مثل نداشت، خود او مثل ندارد به طریق اولا. معنی اول اینکه کاف زایده است، معنی دوم اینکه کاف زایده نیست و بهتر میرسونه، برای اینکه وقتی مثل خدا مثل نداشت، یقینا خود خدا مثل ندارد. این جهت مبالغه است. ما هم در تعبیرات فارسی میگیم مثل تو نظیر ندارد. این میگه مثل تو نظیر ندارد، یعنی شما یقینا نظیر ندارید. این معنی دوم است. معنای سومی که شیخ طوسی در تبیان ادعا میکند این است که کاف زائده نیست، به معنای مثل است. اما طالب قاصد اینه که اگر خدا یه مثل داشته باشه، باید امثال فراوان داشته باشه، برای که دلیل بر انحصار نیست. بعد این دیگه، این سالبه به انتفاع محمول است، یعنی مثل خدا معدوم است نه به انتفاع موضوع. مثل الله معدومون، این بنابر این که کاف زائده باشد. اگر آیه اینطور بود که لیس مثل الله شیئا، این سالبه به انتفاع محمول بود که مثل خدا چیزی نیست، یعنی لا مثل له. این اگه گفتیم لا مثل له میشه سالبه به انتفاع موضوع لیسه تام است. اما صحبت در این است که این کاف چه کنیم؟ معروف این است این کاف کاف زائده است. چرا زائده است؟ لتأکید و المبالغه. این معنی رائج بین اهل تفسیر. معنای دوم این است این کاف زائده نیست، معنی خودش دارد و برای مبالغه است. و معنیش است که مثل خدا مثل ندارد. وقتی مثل خدا مانند نداشت، یقینا خود خدا هم مانند ندارد. راه سومی که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان میکند بگید کاف زائده نیست. تالیفاتش این است که اگر مثل خدا مثل میداشت، منحصر به یکی و دوتا و امثال زارک نمود، باید امثال فراوان میداشت، در حالی که ممکن نیست خدا داره امثال فراوان باشه. به هر تقدیر این جزء محکمتری محکمات ماست. بعد فرمود به هو سمیع البصیر. این به هو سمیع البصیر حرفهای میانی اسلام است. مرحوم صدوق رضوان الله که قبلا هم این حدیث نورانی از بیت مبارک امام صادق سلام الله نقل شد، در توحیدش مرحوم صدوق از بیت مبارک امام صادق نقل میکند که هشام خدمت حضرت رسید، هشام ابن سالم، وجود مبارک امام صادق، فرمود اتنعته تعالی، اینا که برای مسائل توحیدی می آمدن خدمت حضرت، اگر افراد عادی بودن به حضرت عرض می کردن دلنی انا توحید، فوت بعد از این انتم علیه، همینی که دارید دیگه. خب این دیگه برهان حضرت بش اقامه بکرد؟ نه، یعنی خدا هست و یکیست دیگر. این یک طایفه از روایاتی است که مرحوم صدوق تو کتاب شریف توحیدشون نقل کرد که برخی می آمدن خدمت حضرت عرض می کردن دلنی علی التوحید، فوت بعد از این انتم علیه، همینی که دارید دیگه. خدا هست و قیامتی هست و پیغمبرانی هست و اهل بیت هست، همین مسائل توحیدی است. اما وقتی هشام ابن سالم خدمت حضرت میرسد، خود حضرت از او سوال می کند که هشام اتنعته تعالی، آیا خدا رو وصف می کنی؟ آره نه، بله وصف می کنی. حضرت فرمود هاته، خدا رو وصف بکن ببینیم چی رو وصف می کنی. اشکد هو سمیع البصیر، سمیع مطلق اوست، بصیر مطلق اوست. حضرت فرمود هذه صفتان یشترک فیها المخلوقون، خب غیر خدا هم سمیعن، غیر خدا هم بصیرن. عرض کرد پس خدا رو چیره وصف بکنم؟ فرمود نگو سمیع است، نگو علیم است، بگو علم است. شما بگی علیم است، اول بحث بکنید آیا مشتق ذات درش معتبر است یا نه، ذاتون ثبت لازم، نه علم محض است. علم لا جهل فیه، نور لا ظلام فیه، حیات لا موت فیه. نور محض است، حیات محض است. این چنین نیست که ذاتون ثبت لازم باشد. این جمله های نورانی را وقتی امام صادق سلام الله به هشام فرمود، هشام گفت خرجت من عنده علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید، من عالم ترین شاگردان حضرتم به توحید الهی.
من اگه فهمیدم خدا نور محض است، حیات محض است، نه حی است، نه علیم است، نه سمیع است. این سمیع و بصیر مرحله نازله ظهور اوست. وگرنه علم نامتناهی است، حیات نامتناهی است. اینا مفهوما از هم جدان، مصداقا عین همان. اما دیگه افراد و شاگردی مثل هشام بن سالم پیدا نمیشه تا حضرت از مشتق به خود مبدأ منتقل کنه، مبدأ را قائم به ذات کنه، بگه ما علمی داریم قائم به ذات، حیاتی داریم قائم به ذات. دیگران حیان، یعنی یک ذاتی داره که دارای صفت حیاتن. گاهی حیات بنا داده میشه، گاهی گرفته میشه، اما ذات اقدس اله حیات محض است. بنابراین قرآن کریم هم هو السمیع العلیم را دارد برای توحید میانی، هم لیس کمثله شیء را دارد که زمیمه اعتراف است در کنار اون معرفت. بعد فرمود بهترین تدبیری که برای آسمان ها و زمین هست اینه که همه اون چیه که مورد نیاز انسان ها و حیوان ها و گیاهان و جمادات هست در مخزن الهی هست، یک نظمم هست، دو کلید این مجموعه به دست خود او، سه لهو مقالید و سماوات و الارض. خب اگر تو سماوات خبری نباشه، تو ارض خبری نباشه، گنجینه نباشه، کلید میخواد چه کنه؟ معلوم شه گنجینه است. حالا در بخشهایی از پایان زندگی اخرجت الارض و اسقاله ها میشه، اوحاله ها میشه، اونها یه حساب دیگری است که یوم ازن تحدث و اخبارها به ان ربک اوحاله ها. اون گنجینه ها الان برای ما مطرح نیست، اما این گنجینه های روزی مردم است. این روزی مردم کلیدش به دست اوست. تو روایات ائمه علیه السلام فرمودند کلید اصلی به دست خداست، ولی یک کلید فرعی هم به شما دست شما دادن، مخازن سماوات و ارض به دست اوست. چون مخزن دیگه، مفاتح که جمع مفتح است، مفتح یعنی مخزن، مخزن مال اوست. مفاتیح که جمع مفتاح است، یعنی کلید به دست اوست. این منشن الا اندنا خزائنه، مخزن و مفتح یعنی خزینه مال اوست، مفتاح یعنی کلید به دست اوست که فهمون لهو مقالید و سماوات و الارض. یک کلید فرعی هم به همه ما دادن. این تو روایات مناظر فرمید، مقصد تو ماه پربرکت شعبان فرمود دعا کلیده، بخوانید باز میشه، بخواهید باز میشه، بنالید باز میشه. میبینید اینا هم رو حلوه فرمودن دیگه، فرمودن کلید دیگه. ما خیال میکنیم یارو میکنیم فقط برای ثواب. خب آخه کلید دست آدم باشه بگردونه، این که در باز نمیکنه که. آدم زبان بگردونه، خب این در باز نمیشه. دعا خواستن است با خواندن و ناله کردن. فرمود این کلید به دست شماست، چه اینکه فرمودن علم مخزنی دارد، کلیدش سؤال است. خب فرمود این دعا کلید است و با این کلید شما در رحمت الهی رو باز کنید، به دست شما هم هست. و این چنین نیست که کلید را ذات اقدس اله گرفته باشد و به احدی نداده باشد، یا به دیگران داده باشد و دیگران بخواهند باز کنند و باز نشود. این طور نیست. منتها این سه دندانه دارد و ممکن است یک کسی یک فلزی دستش باشه، هیچ کدوم از این دندانه ها رو نداشته باشه. این دندانه هم متقابل هم نیستن که ارتفاعشون ممکن نباشه، اجتماعشون ممکن است، ارتفاعشون هم ممکن است. اینا مختلفن، نه متقابل. این بیان نورانی همه مقصد موجود مبارکه است امین سلام الله علیه که فرمود یه عده خوفن من النار عبادت میکنن، یه عده شوقن الی الجنه عبادت میکنن، یه عده حبن عبادت میکنن. ممکنه یک کسی هیچ کدوم از این سه دندانه رو نداشته باشد. اینا که متقابل هم نیستن که، نقیزه هم نیستن، ارتباطش مال بشه که. این نه از جهنم خدا میترسه، نه به بهشت خدا امیدوار است، نه خدا رو دوست داره. خب به چه دلیل رو عبادت کنه؟
علم که کارش کار عقل نظری است و اندیشه است، فقط دانش داره، دانش که محرک نیست، اون گرایش است. تو بحثا شاید ده ها بار اینجا گفته شد به اینکه علم به تنهایی مشکل حل نمی کنه. متولی کار، متولی تلاش و کوشش و حرکت عقل نظر نیست، عقل عمله. مثل اینکه چشم و گوش متولی دیدنن، اما دویدن و فرار کردن و نجات پیدا کردن کار دست و پاست، نه کار چشم و گوش. اونی که ده ها بار گفته شد اینه، ما یه چشم و گوشی داریم برای اینکه ببینیم و درک کنیم، یه دست و پایی داریم برای اینکه فرار کنیم. دست و پا را برای کار دادن دیگر. انسان ها از این نظر به چهار گروه تقسیم میشن. پس ما مقسمی داریم که بعضی مقسم علمی و مقسم عملی که ما دارای نیروی علمی و نیروی عملی است. چهار گروه زیر مجموعه هستند. یک گروه کسانی هستند که خوب میبینن، یعنی چشم و گوششون کاملا سالم است، دست و پای اون هم سالم است، اینا ما را عقرب را خوب میبینن، یا فرار میکنن یا دفاع میکنن چون دست و پایشون سالمه. گروه دوم کسانی هستند که چشم و گوششون سالمه، دست و پای اینا فلجه، اینا ما را عقرب را میبینن ولی چون قدرت فرار ندارن مسموم میشن. شما به اینا عینک بدی، دوربین بدی، تلسکوپ بدی، میکروسکوپ بدی، ذره بین بدی، فایده ندارد. اون مشکل علمی ندارد، این مشکل عملی دارد، دست و پاش فلجه. گروه سوم کسانی هستند که دست و پایشون باز و فعال است اما چشم گوششون بسته است. اینا مقدسان بی درکن، هر چه شنیدن عمل میکنن، اما چی عمل بکنن، به چی عمل بکنن، به کدوم فتوا عمل بکنن، به کدوم دستور عمل بکنن، کدوم دعا را بخونن، چقدر بخونن، چی جور بخونن، نمیدون، هر چی بگی عمل بکن. گروه چهارم فاقد طهورینن، نه دست و پای اونا سالم است، نه چشم گوش اونها. این چهار گروه مال بیرون است، یعنی بدنه ما. همین چهار گروه در درون ما هم هست. ما در درون یه متولی داریم که مسئول اندیشه است به نام عقل نظر، که حوزه و دانشگاه کارشون اینه. یه مسئول و متولی انگیزه داریم به نام عقل عمل که ما عبد به الرحمن وکتوس به الجنان. این مقسم ماست که چهار گروه را زیر مجموعه خود دارد. گروه اول کسانی هستند که خوش اندیشن و خوش انگیز، هم خوب میفهمن، هم خوب عمل میکنن، هم عقل نظرشون سالم است، هم عقل عملشون، اینا عالم عادلن. گروه دوم کسانی هستند که خوب میفهمن، چه در حوزه چه در دانشگاه، اما اون عقلی که عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان در جنگ با هوس شکست خورده است، طبق بیان نورانی هست امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، این عقل عزمی که باید فعالیت کند این ولچریه. لذا آیه رو میخونه عمل میکنه، همه که از منبر پایین آمد جور دیگه عمل میکنه. شما آیه بخونی که خودش خونده تفسیر کرده مقاله نوشته، مشکل علمی نداره. مگر تدریس و تفسیر و علم کار میکند؟ علم 50% است. مگر چشم فرار میکنه؟ اونی که فرار میکنه دست و پاست، دست و پا فیلچریه. لذا این میشه عالم بیعمل. گروه سوم کسانی هستند که مجاری عملیشون درسته، هر چی به کی عمل میکنه، کدوم دار رو بخونن، کدوم دار رو نخونن، اما اندیشهشون ضعیفه، این مقدس بیدرک. گروه چهارم فاقد طهورین، جاهل متحتک است، نمی فهمد، نکار بکنه. دین آمده که هم اندیشه را تقویت کند یک، هم انگیزه را بروز کند دو، هم بگوید بالاخره اینی که شما فهمیدی کار دست اوست، یه روز کار دست تو میده، وقت خوف ایجاد میشه، این ناله ها دارد، میشه سلاح هل بکا، این با ناله چون اسلحه دارد دید. با اسلحه پیروزه، کسی که اهل ناله نباشه که پیروز نیست. این سلاح البکا.
یا نه خوشحال است، میگه قرت و عینی فی الصلاه، وقتی نماز بخوام بخونم نور چشم من است، تأثیر میکنه به رسول خدا. یا حبن هست، شوقن هست، آه آه شوقن الی کذا، شوقن الی کذا، میشه از تعمیل سلام علیه. اگر عقل عملی در یکی از این سه جهت پویا و فعال نباشد، صرف حوزه و دانشگاه کاری، یعنی کاری، کاری از او ساخته نیست. خب علم داره، خدا هست، قیامت هست، خب بله و من چی؟ اونی که انسان را به راه می اندازد یا ترس است یا شوق است یا دوستی. اینا چون نقیض هم نیستن، ارتفاع هر سه ممکن است. ممکن یک کسی این درس ها را خوب بخونه و چون به دل ننشسته، نمی ترسد از جهنم، نه مشتاق بهشت است، نه دوست خدا و اولیای خدا. علم فقط مبادیش اختیاری است، نتیجهش اختیاری نیست. یعنی کسی که برهان قائم میکنه، چه در فقه، چه در اصول، چه در ریاضی، چه در علوم دیگر، وقتی دلیل قائم شد، چه بخواهد چه نخواهد میفهمد. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. همین که برهان اقامه شد و فهمید. این قضیه رو میگن عقد. عقد یعنی گره. این اصلی که در فارسی است، این هوی که در عربی است، این یه گرهی است بین موضوع و محمول. لذا تو کتابای منطق ملاحظه فرمودید میگن تسمى القضیه و عقدا، یعنی گره هست. الف با اصل، این کار حوزه و دانشگاه. اما اساری این قضیه را به جان خود بخواهد گره بزند، این اختیاری است. ممکنه چیزی را 100% بفهمد ولی گره نزند. این جهد و بها وستای قنط و انفس و بینه هیچ، یعنی هیچ. ایمان استراری نیست، ایمان اختیار محض است، چون کار شأن دیگه است، قوه دیگه است. علم است که اختیاری نیست. این که میگن ضروری ضروری، برای همینه انسان وقتی در قبال مقدمات ضروری قرار گرفت، مستر است بفهمه. یعنی وقتی گفتن دوتا، این حتما چهارتا رو میفهمه، زوجیتش هم میفهمه. حالا ممکنه زبانی این کار رو بکنه ولی فهمیده. ممکن نیست مقدمات علمی برای عقل نظر که مسئول اندیشه از حاصل بشه، کسی بگه من نمیخوام بفهمم. این فهمیده، اما میتونه بگه من باور ندارم. بله کاملا میتونه. چرا؟ چون یه سرانگشت دیگه میخواد که اساره قضیه را به جان خود گره بزنه، که میشه عقیده. این عقیده غیر از اون عقد است. این عقیده ایمانه، فعل اختیاری است، دست خود آدمه، هیچ ممکن نیست کسی تحمیل کنه بر او. این تا آخر زندگی اختیاری است و کمال هم در همینه. علم اختیاری نیست ولی ایمان اختیاری است. یقین علمی اختیاری نیست اما باور عملی اختیاری است. و این اختیار اگر چون چه هیچ کدوم از این مبادی نباشه، معاذ الله، ممکن انسان یه چیزی رو 100% بفهمه ولی باور نکنه. که اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله رب العالمین.